طرز تهیه پیراشکی گوشت. ابتدا مایه خمیر ترش رو تهیه می‌کنیم. 125 گرم کره رو با 240 گرم شیر درون کاسه ریخته و به مدت 30 ثانیه درون مایکروویو قرار میدیم تا کره کمی ذوب بشه. سپس 14 گرم پودر خمیر ترش رو به مواد اضافه می‌کنیم. در پایان یک قاشق غذاخوری شکر را به مواد اضافه و هم می‌زنیم و با روکش سلیفون روی ظرف رو می‌پوشونیم و 15 دقیقه در دمای اتاق استراحت می‌دیم. بعد از 15 دقیقه استراحت مایه خمیر ترش، روکش سلیفون رو برمی‌داریم و 2 عدد زرده تخم مرغ به مواد اضافه می‌کنیم. هم می‌زنیم تا زرده‌ها کاملاً درون مایه حل بشن. حالا مقدار 450 گرم آرد سفید گندم رو درون ظرف بزرگتری می‌ریزیم. آرد رو به کناره‌های ظرف می‌بریم و مایه خمیر ترش رو در جای خالی وسط ظرف می‌ریزیم و شروع به هم زدن با همزن دستی می‌کنیم. همونطور که می‌بینید بقیه کار ورز دادن خمیر رو با دست انجام میدیم. حالا خمیر رو از ظرف به روی سطح تمیزی منتقل میکنیم و شروع به ورز دادن میکنیم. برای به دست آوردن خمیری بسیار مرغوب و خوشمزه و تورت، حتما باید در این مرحله خمیر رو حسابی ورز بدیم. من حدوداً 10 دقیقه این خمیر رو ورز دادم، ولی در نهایت شما تا 6 دقیقه حتماً وقت بذارید و این خمیر رو ورز بدید. کف کاسه رو با کره چرب می‌کنیم و خمیر رو به کاسه منتقل می‌کنیم و روی خمیر رو هم چرب می‌کنیم تا بعد از استراحت خمیر ترک نخوره. روی ظرف رو سلیفون می‌کشیم و تا 2 ساعت به خمیر استراحت می‌دیم. طرز تهیه مواد میانی پیراشکی: 1 عدد پیاز متوسط رو خرد و به مایتابه منتقل میکنیم. من پیاز رو کارملایز کردم به این شیوه که روغن به پیاز اضافه نکردم و گذاشتم تا زیر پیاز ها با حرارت کمی طلایی بشن. بعد پیاز ها رو هم زدم و 2 قاشق سوپخوری آب بهشون اضافه کردم و هم زدم. به این شیوه کارملایز کردن میگم. شش تا 7 حبه سیر رو هم خرد کردم و به مواد اضافه کردم و 1/2 فلفل دلمه قرمز رو هم مجددا خرد کردم و به مواد اضافه کردم و هم زدم. بعد از 1 الی 2 دقیقه 3 قاشق سوپخوری روغن زیتون به مواد اضافه کردم و هم زدم. حالا نوبت اضافه کردن ادویه است. 1 قاشق نمک به علاوه 1 قاشق پاپریکا به علاوه 1 قاشق پودر گیشنیز به علاوه 2 قاشق پودر اورگانو رو با هم درون ظرف ریختم و مخلوط کردم و به مواد ماهیتابه اضافه کردم. حالا
مواد درون مایتابه رو به کناری زدم و 300 گرم گوشت چرخ کرده رو وسط مایتابه قرار دادم و شروع به هم زدن کردم. من به مواد میانی پیراشکی رب یا سس گوجه فرنگی اضافه نمی کنم، چون قراره که وقتی پیراشکی آماده شد در پایان با سس گوجه فرنگی استفاده بشم. مدت زمان پخت گوشت 40 دقیقه است و وقتی که گوشت کاملا پخته شد لایه خمیر پیراشکی میذاریم. طرز تهیه پیراشکی: بعد از 2 ساعت روکش سلیفون رو از روی خمیر بر میداریم. حجم خمیر الان 3 برابر شده، یعنی حجمی که میخواستیم بهش برسیم. خمیر رو تا اونجایی که میتونیم با وردنه ورز میدیم. ورز دادن با وردنه به ما کمک میکنه تا حباب های ایجاد شده وسط خمیر کاملا از بین برن و در پایان توردی خیلی خوبی به خمیر ما بدن. همونطور که ملاحظه میکنید من برای پهن کردن خمیر از آرد استفاده نمی کنم، چون این خمیر خودش درون بافتش چرب هست و بسیار لطیف و نرم هست و احتیاج به آرد نداره. من کل خمیر رو به دو قسمت کردم و هر قسمت رو ازش گلوله های 30 گرمی در آوردم، یعنی هر پیراشکی ما خمیرش 30 گرم هستش. بعد از درست کردن گلوله های 30 گرمی خمیر مجدداً روی گلوله ها سلفون می کشیم و کمی استراحت می دیم. حالا برای باز کردن خمیرها ما به کمی آرد احتیاج داریم که زیر و روی خمیرها رو کمی آرد می پاشیم و با وردنه خمیری به قطر 0.5 سانت باز می کنیم که آماده باشه برای اضافه کردن مواد به میان خمیرها. حالا دو سر خمیر رو به روی هم میاریم و سعی میکنیم با انگشت شستمون دو سر خمیر رو کاملا پرس کنیم و درزی به جا نمونه. حالا خمیرهای بسته شده رو به درون سینی فر منتقل میکنیم و یک عدد زرده تخم مرغ رو با دو قاشق سوپخوری شیر مخلوط میکنیم، هم میزنیم و با قلموی آشپزی روی پیراشکی ها میکشیم برای خوشرنگتر شدن سطح پیراشکی. حالا سطح سینی فرمون رو تمیز میکنیم. حالا خمیرها رو به فر منتقل میکنیم که با حرارت 390 درجه سانتیگراد گرم شده به مدت 20 دقیقه.
بعد از اینکه پیراشکی‌ها رو از فر بیرون آوردیم، دو قاشق سوپخوری کره آب می‌کنیم و با قلمو روی سطح پیراشکی‌ها می‌کشیم برای خوش‌رنگ‌تر شدن سطح پیراشکی. دوستان، همونطور که ملاحظه میکنید پیراشکی آماده شدن و من درون یک ظرف قرار دادم که کنارش سس گوجه فرنگی هستش. همونطور که ملاحظه میکنید پیراشکی کاملا پفدار هستن، ترد و خوشمزه. واقعا از همراهیتون تشکر میکنم و از اینکه این مدت با من بودید نهایت سپاسگزاری رو میکنم. روز و روزگارتون خوش.